و ای آقا هر دو با چشای خودمان دیدیم که ای ولگرد به همراه دو تا دیگه از رفیقاش داشتن گوسفندای ما رو میچاپاندن توی ماشین که ببرن. اونا به من گفتن که تو بار زدن گوسفندا به ما کمک کن، بعدش ما ماشین تو رو هول میدیم که روشن بشه. فقط از ده شما نبردن که ما خودمون. آقا الان مدت هاست بدبختی داریم میکشیم. بعد قول بده پشتمو خالی نمیکنی تا بقیه داستان رو برات بگم. اگر قول بدی بتونی مثل بچه آدم به حرف من گوش بدی، در عوض هم پول داری، هم خونه، هم کار. این طلا است، طلا. تو این معدن گرنگه طلا خوابیده. طلا؟ داری چیکار میکنی؟ کاری با هم نشون. کاری بورس تا چشم ازش برداشتی برف مزاحم خانواده شما بشه غرونی. یا ایزد مجان، من اومدم که توضیح بدم. مثلا نگران خودم نیستم، ولی نمیذارم این بدشانسی‌ها بخواد دنیا رو بره بچه‌م جهنم بکنه. یه حرفو کی زده؟ فکر شیرین خانزاده اصلا وجود نداشته. شیرین این کارت خیلی بی‌معرفتیه. زندگی بدون شیرین خانم برای من معنی نداره. من نمیتونم بدون شیرین خانم زندگی کنم. یه نشونه کاش میومد که بدون من بچه ها سیستم. وای مثلا الان داماد و تو این جشن سوار خر میکنه، میاد دور بزنن. وقتی میرن دور دور، اگه خر و داماد با هم برگشتن، یعنی اینا عشقشون پایداره. هل هله بهتری؟ خوبی؟ حالت خوبه؟ خوبم. بعد یالا میریم بندر، همه چی درست میشه. نگران نباش، بریم فقط. تک بریم سید به این شانس. خیر پیش، خیر پیش. نه این خدای نکده این موقع عرضه نخواهی پیدا نکنه. نه نخواهش که محکمه ماشالله. ای ماشالله. میبریمش تفر جده، یه ماشین میگیریم انشالله. با امید خدا خروز خونن فردا صبح رسیدیم بندر. انشالله. آقا برای چی تعریف میکنیم؟ من میگم آقا اجازه بده ماشین از شما رو تفر جده میرسونه. سیروس جان سری فقط. سیروس جان کی؟ من خودشان حواس کردم پیاده برم پایین، بعد دردم خود فریبرز ماشین داره. نه آقا ماشین داره. کدامه؟ ماشینش طبق معمول ران میره، بعدن یا خودش میاد میبرتش که ما براش میفرستیم. نه بعدن خودم میام بوکسور میکنم میبرم. ببرید انشالله که خیره. ولی من ماشینم اگه مشکنش سالم بود قابل شما رو نداشت میبردم. ای بابا این دو قدم را مه کجا بود برادر من؟ مثلا اینا خیر سر ما میمانن و ببرشون خزبازی در نیار دیگه. راست میگه مه نیست، بوارشان گناه دارن. آقا جسارت نباشه، ولی کسی که ساقه بشش میزنن مه براش سه سوته. اینا منطقیه. آقا شرمنده گل روزم ببخشید. اگر او جوانی قدیم بود، قطعی اگه این پشت رول می نشستم و خانواده محترم شما هم سوار هلیکوپتر می کردم، می بردم بندر ترکمن پیاده می کردم. بچی؟ با هر چه درست. به تو چه؟ اوز کرد. پیره مرده. ببخش. شرمنده. جالت هم. یه هدیه ناقابلی هم. صنعه دستی دیار خودمان است. این هم تقدیم شما میشه. با خودم ببریم بنده. ما که براتون درد سر بودیم. انشالله این دفعه دیگه از این اتفاقا دیگه نمیافته. آقا با اجازتان من یه صنعه دستی با دستای خودم با قوطی نوشابه درست کردم. این بازش که بخونی خب الکل می‌ریزی توش، بعد یک کبریت بهش می‌کشی، این یک گاز پیکنیکی پدر مادر دار کار درست برات کارت را می‌اندازه. خودت هم درست کردی؟ آره. منظورت همون چیزه این؟ آقا من منظورم بفتنی عمه بود. فرید جان، فرید جان این کار دستیه دیگه. آقای مشاور بهشون گفت باید کاردستی درست بکنی برای تمدد اعصاب. هم گفت خوبه. منم گفتم این قوطی نوشابه تو خانه افتاده بود حیف و میل نشه. بله. دوتا کوبلان هم دوختم به خدا. تو خانه از رفتیم نشانت میدم. دخترم شستی؟ بابا شوخی کردم ببخشید. سلیمان آقا این بار سنگینه. خر من خسته شد. دیگه رمق را رفتن نداره. پاهاش خسته است. چش. تسر جده چقدر میشه؟ 8000 تومان. چقدر؟ آقا کرایه 500. آقا نمیخوایم برو خالی کن. برو خالی کن. تربیته. با
و تو چرا نمیری خانه تن؟ اغنوری تنهم خونه حسنو سر میده. خب توان تنهایی تو رو مها باید بدیم. برو زن بگیر. شما دادیم من نگرفتم؟ درد از اینجا تا پیش خره. شیرین جان عروس بندر یه بغل خدافزی نمیدی؟ آخی آخی نگران پری بردم نباشه. شما رو درمت داریم. بابا خواهش میکنم. اینشالله تشریف بیاریم بندر تو دوستای محترم لطفاً همه که سوار شد خداحافظ خدا. ما امروز برنامه بازدید از آبشار پیرانو داریم، اونم به همراه دنده کباب مخصوص مال نهار. معیار خان راهنماییش کن البته تایی بهت بر نمیخوره. اوکی everybody come on everybody مالا روشان I love you come on come on welcome to van welcome. عروسکای کوکیه بابا من خواهش میکنم از شما یه چند روزی حواستن به شیرین بشن. حال نداره، حالش خوب نیست، باید هوا اپ هیجوری؟ آقا هیجوری ندیگه، نمایش تمام شد، چراغای سالن خاموش شد، انقریبه که پرده هرم بکشم پایین. کمک نمیخواین؟ بابا گم، ما کمک میخواییم، ولی نه اینجا. شما باید بینید سر زمین گیاهچینی. ما به مردم وعده دادیم، قول دادیم، نصفشم آماده نکردیم. شما ما کلاس نداریم. چرا دارم آنوری، ولی آنلاین برگزارش میکنم. نمیخواییم به خاطر روحیه شیرین بیایم کمکتون کنیم؟ نه خیر. دقیقاً، کنی کلمن دقیق، منه ببین. شما برو داخل، شما یه چند روزی استراحت نکردی، خستی، بفرمه دقیقاً، برو. عرضم به حضور انوار شما که ما الان داخل خانه بشرایت بسیار فرس مجور رو برو هستیم. همونجوری که میدونید ما داخل خانه یه دنه زهو داریم، یه دنه دلک داریم که با بحران بازنشستگی داره دست و پنجه نرمی، یه دنه عروس افسرده حال داریم و در کنارش کمی انطرفتر یه دنه کرونایی زبان نفهم داریم و از همه بدتر یه دنه آدم بدبخت بیچاره داریم به اسم نورالدین خانزاده فرزند نور محمد که الان داریم همگی بهش نگاه میکنین. اوزای من اینه، قربانه درود بر شرفت، درود بر شرف خودت، شرایطم بسیار ناجوره، میخوام اینه بگم. و اینجوری که معلومه به وجود ما نیاز نیست. نه والا نه. خب پس با اجازتون ما زحمت کم رو بودیم. خواهش میکنم، زحمت میکشیم. ولی اگر نیاز شد حتما ما رو در جریان بذارم. من پیامک میدم. برای منم پیامک میفرستی؟ آقا سنتوال میکنم برای همه ابدی. خب پس با اجازت. قربانت، قربانت، بفرمه، بفرمه. خداحافظ، خداحافظ، خداحافظ. روز خوبی برات در نظر گرفتم، خداحافظ. چی نگاه میکنی؟ من همونم که الان دیدین دیگه، بفرمه. آقا نور بویر تره بالا تنه بیز جه رو جت تو نه هوا یخشی دی اکسیژن نن استفاده لیرم یور گنن خواهش دیم وای چیز تو تسان سنه به 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 داماد دلبنده بیا بقلم بابا گم بیا تو نمیگی یه حقه بد میزنه نور دین حالش بد میشه بیا نور دین ما بردنش بیرون یه هوا بخوره برو هیچ وقت پیشنهاد بغل رد نکن حتی اگه اصلا پدرزنت باشه برو داره دروغ میگه منو بزنه نمیزنه بابا بگم بیا دیگه چون اگه من خودم بیام تو رو بغل بکنم برات گرنت من میشه بیا حالت حالت جنگی میخوام منو بزنه منو منو فکر من خوب بنش کن دونه دیگه ترس جگم دو آجو آجو کسی بکن آجو کسی ببین سیروز سیروز محض رضای خدا محض رضای خدا یه بر بیا منو درک کن اتفاقی نمیفته به خدا الان حالم خیلی بده شیرین عروسیش به هم خورده کار کسی بیر وقت رو هوا با تعهد بازداشتگاه اومدم بیرون دیگه نمیتونم انگ پخش ویروس کرونا تو ابدی تحمل بکنم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی؟ سلامتی؟ قربانت، قربانت. ببین فتح یکی از همینا تو کوچه یه عکسی بکنه میگم بفرما نورالدین خانزاده ویروس کرونا رو توسط دامادش تو ابدی پخش کرد. بابا بیا یه بار بیا و بفهم. اگر بد بود دوباره به همون نفهمی خودت ادامه بده. این بده. سیروس بابا یا سیروس یا ایزد من نه سیروس آقا چی کارش کردی؟ من کارش نکردم این در همینجور دنبالش کردیم یهو اینجا افتاد حالش بچه
آخه کدوم آدم عاقلی کسی که با کپسول اکسیژن داره نفس میکشه دنبال میکنه؟ آقا به خودم من اشتباه کردم، بیا کمک کن ببریمش در منگه، کمک کن ببریم. فایده نداره، بیا جو. ها؟ بیا فایده نداره. آقا از این تنفسه کرفتسی بلدی بهش بدیم؟ نه ببین خب این بچه مردو بفتده رو زمین. آخه نترس، هیچ میت تا رو زمین نمونده. میگم با یه نهار چرم چیل موافقه؟ مگه زنی چیزی خوده به کلت بچه داره میمیره اونجا، تو فکر نهار چرم چیلی؟ چیه؟ با نیم قرن تجربه دیگه من مرده را زنده تشخیص میدم. سیروس طوریش نیست. اه. فقط باید ازش فاصله بگیریم. همین این چیه ازش فاصله؟ ای روبه مکر، روبه مکر وایسا. سیستم دفاعی مکانیزه بدنشه، بهش میگم مرگ ساختگی. بعضی از جونورا وقتی جلو حریفشون کم میارن از این حرب استفاده میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این نانی که تو گذاشتی تو دامن من، من مهلکترین ضربت تو زندگی من نه یه جنبلی خوردم. به جون یه دونه بچه ها فکرش میکنه تو اینه بدون مادی قبول کنی. وقتی ویجی گفت اصلا مو به تن من سیخ شد. خب میمردی همون موقع زنگ میزدیم گفتی نور دین خان زده دست نگه دار، اقلا مکانیزم دفاعیش یادم میدادی. نور دین جان بیا گذاشتات فراموش کنیم، هر چی بوده بریزیم دو. اگه ما دل به هم بدیم آینده درخشانی در انتظارمونه. ترتیبش بدم. ترتیب چیه؟ نهار سورسات اما تو فقط بیا. او یس دتس رایت، چه فکر خوبی. شیرین داره تو خانه پرپر میزنه، من برم غذای چرب و چیل بخورم. اره چی تو کلت میگذره؟ هیچی. آخرین باری که تو به یکی نهر دادی انسان ها هنوز داشتن برگ درختان تغذیه میکردن، بعد میگه هیچی. تا دیره شد بیا بریم سراغ سلمان، بگو زمین فروختم خرج عروسی دختر نباشه. حالی که عروسی به هم خورده خود زمین من پس بده دیگه. خب اگه باشه من پول کجا بیارم بهش بدم؟ یعنی همشون خرج کرد؟ هتش خرج کرد. باشه مهم نیست، تو فقط با من بیا خونه سلمان، هیچ جا نمیخوا بگی، من خودم راضیش میکنم. خیلی بی‌انصافی، خیلی بی‌انصافی. من دارم خودم به در دیوار میزنم تا شاید به چش دخترم بیان. هر که ندونه تو خودت خوب میدونی نامیدی دخترم پدرش یعنی چی. اخه الان نمیتونم ببگم، باید پیش شیرین بشه. شام چی؟ شام از من، خونه از سلما، لم دادن و لم بودن هم از تو. حالا شاید تونسته مولی 50-50 نه 60 چه 45-55 58-42 این تریش میکنم. جان میشن قرانری سرمون گیج رفت. خب چه بکنم؟ برای سلامتی مادر و بچه لازمه. میخوای منم برم تو حیاط یه ساقم بزنه کمر من؟ ای زبانت گاز بگیر دور لگیانت. این همه کلاس رفتم یه دونه سر این آب مقطر رو نمیتونم بشکنم. اون رو چه سفته؟ دختر خیلی واقعا داری یه نگاه میکنی؟ میشه عوضش کنم؟ او یکی کانال آموزش جدا داره ها. تو فهم نداری؟ گیار؟ فهم نداری وقتی یه نفر داره یه چیزی نگاه میکنه شبکه یه عوض نکنی؟ بخشید ازت پرسیدم جوابم ندادی، گفتم دیگه حتما نگاش نمیکنی دیگه. بیا این درست شد ببین خوبه تزریق کنم. برای کیه؟ سیرو. آه نه بیا بگیر درست. ای هواگیریش انجام دادی؟ نه خوب شد گفتی داشت یادم میرفت. چرا بهشش گفتی؟ خب کره همینجوری میره بهشش میزنه جنازه سیروس میفته رو دست بابای بدبخته. خب جهنم. جهنم چی چیه؟ یه دور از جون بگیم تو رو خدا. به 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 سلام بر عروسک های جیلهی به به. بالاخره همه رفتند و نوری من و دختران دلربش همه های زحمت کشش و دامت های بی دامت های بیب. و چرا بی خودی آدم حرف بد بزن ها؟ چه بهمزه گفتم؟ ای خب خدا صد هزار مرتبه شکر که بالاخره تعداد انسانهای داخل این خانه به حد استاندارد رسید. به به شیرین خانم چه سکوت قشنگی، چقدر دلانگیزه، چه آرامش دلپذیری داره الان. کی شد؟ فکر کنم مرجان آمپولگه سیروس رو زد. چی جوری زد اینجوری سیبک دارید؟ وای 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 یه ذره تحمل کردن چیه؟ سیروس اون کارم نمیتونه انجام بده. خاک تو سرش. فقط داری دست بالتا قشن زد دفونه کنه و بگن چش. خب شیرین گن یک دن از اون چیپسه رو به من قرض میدی؟
نه قرض نمیده. خب ای این کارتون من دیدم. هری والا من اینقدر به این گرگه خندیدم که خدا آخرش سرم آورد همینه. الان خودم همینه گرگم، همینجوری میدونید دنبال همه چی میدونم. دست در نکنم بابا گیان، دست در نکنم. میدونی آخر این کارتونه بالاخره گرگه مرگه رو میگیره؟ میگیرتش، کبابش میکنه، لیمو میزنه بهش و قشن میزنتش بر بدن. واقعا لقمه حلال که بگن یعنی این. این بدبخت چقدر دنبال اون دوی، چقدر زحمت کشید برایش. من 12 سال دارم اینو دنبال میکنم، برای چه تشریح تعریف کردی؟ ای بابا گیان من مگه آخر کارتون هم مهمه؟ من فکر میکردم که آخر فیلم اینه به لو بدیم. ببخشید. من شنیدم بچه دیوید بکام. بابا گیان بشین اینقدر رنه رو خب؟ چشم. بچه دیوید بکام بهانه گیری کرده، گریه کرده، گفته این گرگه باید این مرغه بگیره. اینم رفته یه پول هنگفتی داده به کمپانی این کارتونه، گفته اینو بگیره. دیه که فقط گریه نکنه بچه ها. ای کاش دو روزی بچه میدادن دست من. آدمش میکردی. میگم خدا شانس بده. این دیوید بکام هم قیافه داره، هم ورزشکاره، هم محبوبه، هم پول داره. اون وقت اینم سیروس ما. آدم باید پیشونیش بلند باشه بابا جان. ایوالا اینم هم. البته یه چیزی من بگم. این صفن بعض بابتن نباشه این آقای دیوید بکام هم همه چی تمام. واقعا اگر یه زمانی ها بیش میزد و خواستگار یکی دختره من بود، من به احتمال 90% بهش موافقت میکردم. بکام همه چی تمامه؟ هری والله والله من اگه قیافه او داشتم فقط در صورت آتش سوزی از خانه خارج میشدم. او هم اگه آتش سوزی مهیبی باشه سیئی. البته راست میگه، اون ریشی سیبیلشه بزنه شبیه همین خربزه مشهدیه خود من میشه. خدا بری چه ای به بی خودی میزنی رو بچه مردم. آقای بکام به چشم برادری نارنجک هم تو صورتش بتاره که بازم چیزی از ارزشش کم نمیشه. یکی بکام قشنگه، یکی اون مهیار تو. خیلی خوب بابا جان. نه با هم دیگه یه جوری توافق کنید الان. چیه بابا میگین دو مال چیزی میگین؟ جبه دستمال کاغذی اینجا بود. بچه‌ها دستمال کاغذی. دستمال کاغذی میخوام. ها دستمال بشوش. بیا بیا بیا. بدو بابا جان. بیا دستمال کاغذی. میخواید وقت بگیرم؟ نه. نه. چون به مزه گفت. بچه بفرمایید سر جمع. چقدر اصراف کردیم بکنیم. جمعش کنیم بچه در رو باید تا بکنیم بزنیم سر جمع. ماشاءالله اخلاق مخلاق صفر ها. یادی دیگه. سلام خوبی؟ مهیار هستم. آره میشناسم. اینجا چه میکنی؟ نرفتی با توریستا؟ چرا رفته بودیم؟ یادم اومد دستمو نشستم. گوش میدی؟ منم یه 20 ثانیه دستمو بشورم کرونا رو بکشم. زحمت کادر درمان کم بشه دیگه. خب به جماله. برو دیگه. باشه پس من میرم. تو هم برو تو. روژان من هوا شرجیه. برو تو. یه وقت بچه ممکنه اذیت بشه. باش. روژان برو دارم میرم. حسن شمه کن. Thank you.
منتظر ایشان بودی. ببخشید من می‌خواستم برم دستشویی آقا مهیار، دیگه لطف کردن دوباره مزاحمتون شدم. اختیار دارید. لطف آقا مهیار مستدام. واقعا مستدام. بنده خدا هر روز صبح میاد دنبالم، منو سوار می‌کنه میریم سر کار. هر شبم درست رو کاشیه دم خونه منو پیاده می‌کنه. درست رو کاشیه دم خانه؟ بله. آفرین مهیار. آفرین. دیگه چه کارا میکنی توی شغل جدیدت؟ روژان جان مردم تو من منتظرن. حق مردم هم که میدونی حق ناسه. حق ناس هم باید پاسخگو بود در یوم الحساب. روژان جون شرمنده، تقصیر من شد. تا سر کوچه رفته بودی، من که گفتم دستشویی آقا مهیار به راننده دستور دنده عقب داد. جدی؟ پس دستور دنده عقبم میدی؟ تو تا حالا چند بار بریم دنده عقب گرفتی؟ عزیز من همونی هم که به خاطر تو کوچه 6 متری دور سی فرمونه زد. بسیار خوب، شما دیگه جایی نمیری تا معلوم بشه تو لیدر کار میکنی یا شدی راننده مترجم. دیگه به نظر میرسه صحبتاتون داره خصوصی میشه. ای عزیزم، تازه داره به نظر میرسه؟ دیگه چه باید میخوایی چنگی به نظر تو صورتش گیسشه بکشم تا قشنگ متوجه بشی فضا خصوصیه؟ باز میخوام، با اجازت. های مایار، رفتی دیگه بر نمیگردی ها، گفته باشم بشه. روژان من تعهد کاری دارم. روژان من قسم تو لیدری خوردم. روژان قسم تو لیدری دیگه چیه؟ مثل همون مایا قسم پزشکی میمونه. قسم چی؟ ها؟ باشه بابا، اصلا قسم تو لیدری نداریم خب؟ ولی من رو آینده این شغل حساب باز کردم. اصلا مثلا زنگ بزنم خود آقای سلطانی بیا سوت هفهمش پیش میاد تو رابطه همون. دوست نرم ما کات پات کنیم ما. یه وایسا آقای سلطانی یه لحظه تشریف میاری؟ آره یه مشکل کوچولی پیش اومده. آره یه سوی تفاهمی هست. سوال آره سوال دارم میخوام از تو سوال کنم. یه سری بیا. خیلی ممنون هستم. خدا بگرد الان بیا. خانمه میبره درست رو کاشی جلوی در خانهش هم پیاده میکنه. بعد که مشکل کوچولو بابا... والا ما آژانس هم میگیریم به زور تا سر کوچه میاردمان. بابا برای خودش میگه رو کاشی پیادهش میکنم. بابا موجه تو مسیر سوارش میکنم، اونم میره تایوان سوار میشه. توی آینه هم که نگاه میکنه اصلا یه چیز ریز و مبهمه. تو آینه هم نگاه میکنی سلام روژه خانم. سلام. چی شده؟ مشکل چیشیه؟ مشکل اینه که توی این تور یا جای مهیاره یا جای اون خانم مترجم. شما به اینو میگی مشکل؟ آره. مهیار جون موفق باشی. خدا نگهدار. یعنی چی؟ آقا سلطانی یعنی چی همچی بخواد بدون من میخوای بری؟ آره پس چیشی؟ این مزخرفات تو رو همه میتونن به خورده این توریستا بدن. اون مترجم خارجیه که پیدا نمیشه. ببر کنم من. نه گوش کن آقا سلطانی. الان عصبانی خواهش می کنم. مثلا تو عصبانیت هستی. خانم معلو عصبانی ها؟ نه عصبانی. شما من گفتی من یه مشکل دارم. اونم حلش کردم. الان برو کنم. نه گوش کن عصبانی. به سلامت خدا نگهدار. مهیار منم بیکار نمیمونه. از فردا صبح میره سر زمین پیش بابام کار میکنه. چی حرفه؟ وای. ها. آقای نوری. بابا. بچه ها نورین خواهش میکنم یه لحظه تشریف بیاری. تو لیدری تو خونه منه، دخترت داره استعداد منو نابود میکنه. آقای نوری من اگه به دلار نتونم پول در بیارم بچه ها چجوری تو کانادا به دنیا بیارم؟ ده نگر بیریخته دختر من هیچ جا نمیاد. تو اگه دلت میخواد برو کانادا بچه تو دنیا بیار. تنهایی که نمیتونم. آقا نوری اراده قربانه این دومادت بگو بیخیال من بشه. من اگه میتونستم بگم بیخیال بشه میگودم بیخیال من بشه و گرچه گون کنه. من اگه تو اسب به این توریستا دنده کباب ندم شب باید همین دنده کباب و دو برابر بیشتر پولشو بدم. من میخوام ببینم اون موقع کی تو اونه منو میده. ایشون بابا جون به دخترت بگو اینقدر بهم زور نکن. میگه بین من و مترجم فقط یکی میتونه توی تور باشه. آخه مترجم یه زبانم دیگه چیزیه؟ ریخته همه جا. ریخته؟ شما یکی شما من نشون بود. خودم. اوجیک هم هیجی میگه ایرون ملگیون سر مرال آلینگا. سنگوا هم نیدا پی ها. چه چیپ سارمون مومی سنگ هاجی آنسون میدا. روناک اینا که گفتی واقعا درست بود؟ خب یعنی چی؟ اولی پادشاه بود گفتش که چطور جرأت میکنی به ما جسارت کنی؟ دومی هم گفتش که عفو فرمایید سرورم، همسرم حالش خوب نیست. خیبری کلا که یاد گرفتی؟ از کجا؟ از کجاش معلومه دیگه. دختر بهوش همیشه به دهیش میره. اینقدر جمونگ و ینگوم اینا دیده یاد گرفته. درسته؟ ببینم یعنی شما میخوای بگی الان فول خارجکی بلدی؟ هم زبان اینا هم انگلیسی. من یه جمله اینا رو خیلی خوب بلدم. اونم اینه لطفاً 10 دلاریاتونو همین الان آماده کنید. شیب دالشو سیا.
بابا دست مریضا. ما چیزی تا حالا رو نکرده بودی؟ لزومی نداشت به نظر ما. ما از اون خانواده‌اش نیستیم که اگه چیزی بلد باشیم تو بوق کردن کنیم. بسیازه. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. از فردا رونق خانم گیان میشه مترجم توریستا. من نان کسی آجر نمی‌کنم. اینو خودشا مترجم دارن. اینم حرف کشی. بابا این حرفا چی چیه؟ من این مترجم با هزار تا بدبختی نگاش داشتم. این خداش فردا بلنشه برش از سر خونه زندگیش. شما از فردا همینجا مشغول کاری. خب برات رونق خانم. رونق خانم اینجوری یه دونه راننده هم داره. معیار صبح میاد دم در دنبالتون، بعد از پایان کارم تا دم در کاشی خونتون میرسونش. پس ما میریم دندکه و به توریستا میدیم و فردا میبینیمتون. خدا خدا. رونق جان. یا ایزد منن به زبان اینا چی میشه؟ یا ایزد منن. الان بشید. نجاتم داد. بابا آمد. سلام بابا گیا. سلام بابا. دختره بابا. بریم وقت شامه. وای نیست اینجا دیگه. بازی بسا. سلام علیکم. آمو ادری سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. بیا خواست. بیا عزیزم. بیا. سلام بابا گیا. سلام عزیزم. بیا. بیا وقت شامه دیگه. بازی بسا. سلام عزیزم، سلام پسرم. بدو. بیا، بیا دخترم. سلام بابا جان. سلام بابا جان. بریم، بیا وقت شامه. بازی بس، بازی بس. بازی تعطیل. بریم. بریم دیگه. کم صدای توفنگ درار عزیزم. مراقب شما باشه پله نیفتن. یکی. های، کجا؟ تو مگه پسر شاگرد قواچی نیستی؟ اما ادیس این همه بچه داری، یکی دیگه هم روش. نمیشه یکی دیگه روش، مسئولیت داره. پدر مادرم نگران میشن. برو فردا صبح بیا. از پدرم اجازه گرفتم. دیشب هم پیش خودتون خوابیدم. ها؟ تو دیشب اینجا بودی؟ بله. بچه تو منو دیدم. دیدی منو بهشون گفتی شب بخیر بابا گیان. سلام عزیز جان. سلام بابا جان. بفرما. سلام باشی. شبت بخیر. شبت بخیر. به جز خودت بچه متفرقه دیگه اینجا آمده بود؟ نه من چیزی ندیدم. اگه دیدی به عمو ادریس میگی؟ بله. آفرین. خب الان میری قشنگ دست پولت هم میشوری با بچه هم میشینی سر سفره شام. آفرین. ای خدا. سلام نوری جان، دمت گرم، خیلی خوش خوری، ممنونتا که اومدی. قربانه. این زنبیلی رو بگیر، خیلی سنگینه. دو سه مدل غذا واسه شما آوردم. پنجه مدلم میآوردی بس فایده نداشت. چطور؟ این سلمان رو نمیشتسی، اون با یه وعدش هم که نمیره تو تیمه کسی. حالا چیه هستیم؟ همه چی، کتفت، کشبادنجون، اشکله، هویج پلو. چشماره غذای بدون گوشت دیگه. همیشه زود قضاوت میکنی. کتلت گوش نداره. معذرت میخوام واقعا. حالا درست من با سویا درست کردم، ولی اصلش با گوشت. تو تولدت کیه؟ چطور مگه؟ میخوام یه 20 سنت روده راست بگیرم نصف کنم تو شکم. شما سابق تیر نوری جان، اگه دلت میخوام بکنم. سلام علیکم. قربانه دست هم خوش. نه این بخوام شم. این من دیش کجا می؟ سلام سلمان جان، شب بخیر مایی. سلام، شب بخیر آقای گیان. خوبی؟ سلامتی؟ میگم دومد دوزون نیمسوس و دومد در خونه من؟ بس گل و شیرینیتون کو؟ آقا بررسی پیشنهاد ازدواج فقط تا ساعت 6 امکان پذیر است. حتی شما آقای گیان. تحویل بگیر. من بهت میگم این بچه ظرفیت نداره میگینه. آقا این هم خدمت شما خودم بری بخوری. بابا سر کو یه لحظه چه عجله میکنی قربونت برم. آقا لااقل احترام منو بزرگتر نگه داری. عقل نداره بابا. سلمان جان، عزیزم، پسرم، ما یه شام آوردیم دور هم با هم بخوریم. آیا معرفتشو داری درو باز کنی یا نه؟ فقط شام یا یک پیشنهاد دیگه هم در کاره. آقا من با واسطه مذاکره نمی کنم. عقل نوریگن، بگوش این خانم خودش بیاد. Oh yes, that's right, very clever.
و عجب شد که امشب یه جفت کشیده از من بخوری. میای بیرون بخوری یا من بیام تو؟ اگه میتونی بیا تو. ببین بیام تو میشه دو جفت دیگه خود دانی. حالا بیا تو در مورد صحبت میکنیم. آقلوری آقلوری نور آدی آقلوری آقلوری خواهش میکنم اینه خواهش آخ چی شده؟ میخوری اهنامه نکن همون کیسه یقه بهترین چیزه از ورم و کبودی جلوگیری میکنه همون خوبه آدم به کس و کار گیر آوردی که میزنی امشب شما اینجا رو نزدی اینجا رو زدی من زدم؟ بله آقا من اینه زدم؟ نه من درسه بی خودت دشه فرهم میکردی هول شدی بعد لیز خود به من ذاتی تو دیوار چرا بکی به من داره؟ راست میگی اگه فرهم میکردم بهتر از این نمیزدی قیافه خودت رو ندیده بودی از چشات خون میچکید صدای کراز زخمی میدادی ببینیم کی آوردم تو خدا کی بخوره بعض شما بفرما بیا جلو بفرما دیگه اگه خوبم نیسته ببخشید ها دست دل نکنه بعد جان بخار این اشکنه رو میبینه این زندگی میمونه تا بخار هست باید نون ترید کنی اگر بخارش خوابی دیگه میشه مثل نون خیز خورده هیچ فایده نداره اصلا برنجان بفرما برنجان بکشیم دیگه خوبه نیست من خودم میخوریم شما درگیری من نباش کرده بکن شما داری میکنی؟ ببخشید شرمنده عادت شغلیه برگردودم آب بریزم پشت شما ناراحت شید بشینیم الان تو میده شما بفرما الان تو میز میکنم چرا رفتی عقب؟ نه قربانه دست درد کنه من عادت دارم که بعد دختره شم بخونه شما بفرمایید بفرمایید فرمان جون شما بفرما این چیه؟ اشکنه این چیه؟ هویج پلو این چیه؟ کچک بادلی اون چیه؟ کتله آقا از اول بزن بگم با اشکنه و هویش پلو کشک بادم جان این خطر برده من خریدنی نیستم آقا نوری با قلبی اکنده ازش اومدم جلو برای خستگاری اما تحقیر شدم این سلمان پر از احساسات سرکوب شده است این سلمان پر از باقصه فرو خورده است آقا بفهم این دل من مثل سنگ شده بهادر خان جان دست به قلبم بزن بین آقا بگو قلبم صف شده بذار بدونه نرمه آقا اشتباه گرفتی قلبم زیر اونه واسه میگه صفر. دو دقیقه بشین اینجا ما میخوایم صحبت بکنیم. بلکه دو ضربه اون اطلاعات محدود اضافه بشه میشه؟ 100% از گردش آزاد اطلاعات ارمن منه. حالا که داریم به ارمن جنم. آقا نوری دلم شکسته. میفرمایید دل نیست چو کبوتر که چو برخاست نشیند. از گوشه بامی که پریدیم پریدیم. داره حرف خودش میزنه. آقا نوری اجازه بدید من باهاش صحبت کنم. آقا همش داره اجازه بده 2 دقیقه. دو کلمه باش صحبت. خیلی خوب بفرمایید شما بفرمایید. آقا پسر متولد چه ماهی هستی؟ کوچیک شما یک اردیبهشتی مغرور. میخوای اون روی مردادی خرزو رو در بیاری؟ نخیر. پس ساکت بشین زبون به دهن بگیر ببین آقا نوری یا ما چی میخوایم؟ راست میگه دیگه. ببین این مرد به خاطر تنگ دستی به خاطر پیش آمدن ازدواج دخترش مجبور شد زبین آبا از جدی شد این بحث دیگه ادامه نده تحقیرش خوندم سیبیل قسم ببین اگه این موضوع ربطی بدی به ازدواج بشیرین به همون شمشیر روی دیوار به هر تسکباب درست میکنم گرفتی؟ آقا نوری من اینو نمیخواستم بگم به چی میخواستی بگی؟ آقا تمام ده میدونه که بهادر خان خریدار زمین کنار تپه کوچیک است آقا میخواد گرمامی مکانیزه بسازه بفرما شما نرفتین یکی دیگه اومد آقا من زن نمیخوام به کی باید بگم یک سر اسایش برای من نذاشتین کیا کیا واش کیا تو دیگه ساعت بیا بیرون کار دارم نگی من اینجایی سلام امو کیوان عزیز شبت بخیر کسی نیست امو کیوان خدا رو شکر فقط یه پسر دارم با چی حرف میزنی مهمون داری نه والله مهمون ندارم وسط یه ویدیو کال مهم بودم الان نمیتونم زیاد در خدمت باشم امری نیست بابا خدمت بخوره تو سرت سلمان
بیای گاو تا خانه ما بردار. روزی 300,000 تومان هزینه نگهداریشه. حالا او به درک. اگه اسادت کورو میکنه میزنم شلاپتش میکنم. ای اوکی وام خودت میدونی هیچ کس اندازیم دلتنگ جلتن نیست. ولی تو به من فرصت بده فردا با بزرگان ده یه مشورت کنم ببینم چه باید کرد. بزرگان ده؟ مگه توی خراب شده اما بزرگترم هست. بیا زندگی 40 ساله من از هم نپاشه سلمان. بیای گاوا بردار ببر. اوکی وام شما هم بزرگی ولی آقا نوری به بزرگان یه چیز دیگه. اجازه بده یه مشورت کنم باشون. اونه با من مقایسه میکنی؟ بیا توی کره خاکی بدبخت‌تر از نوری هم هست. فردای عروسی داماد توفش چپ و راست سوار خر کردن فرستادن رفت. او نوری کی بود؟ مادر بدبخت هم که زنش خانه بیرونش کرده پا شده آمده اینجا دخترش هم راش نمیده. سلام علیکم آقا خوان. نوری تو اینجایی؟ چی میگوشتی ها؟ به جان خودت نباشه به جان معیار نداشتم راجع به بادر رو حرف میزدم. به نظر تو اعتبارش تو خانواده دست نداده؟ سلام علیکم آقا کیوان. حالتون چطوره؟ بادر؟ نوری؟ تو خانه سلمان آخر زمان شده؟ آخر زمان چرا؟ وقتی سفره در که بشی شبیه 3-4 نفر سر سفره قضا میخورن. قضیه چیزه ما هم دهنمان قرصه ها بگیم ما هم بدانیم. شما داشتی میگفتی بهادر خان دخترش راش نمیده خانوادش اعتبار چی چیزی رو میگفتی؟ ول کن بادر حرف باد حواست دنبال حرف نگیر. به جان تو این سلمان لجمه در آورد. منم یه چیزی از دهنم پرید گفتم. به ارواح پدرم منظور خاصی نداشتم. ارواح پدرم؟ حاج آقا یه لحظه تشو بیاریدم در. حاج آقا کیه؟ نگو که پدرم هم اینجاست. الان معلوم شد. حاج آقا بیا کمان خان کاری داره پسره. آی یواش 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 دوجیه این چقدر چرا وای به نظرم همین امشب برو این جنتن از خونه کیوان بدبخت و در بیار. این بیچاره تو اوج بحران روحیه بیشتر از همیشه به توجه فریده خانم نیاز داره. آره واقعا تو نداره بابا. والا من مشکلی ندارم. ولی اون موقع که کیوان میگفت سلمان صلاحیت نگهداری از جنتن رو نداره بعد فکر اینجاشو میکرد. شب بخیر. خوابیدی؟ ناسلامتی ما آدم هستیم اینجا نشستیم. چراغ چرا خاموش کردی؟ اگه چراغ خاموش نکنم میترسم. فکر میکنم یه چیزی زیر تختمه. تخت کجا بودی؟ تو که روز زمین خوابیدی. آقا قبول ما تخت نداریم. اون دامد ترجو تخت رو هم دیدیم. پشو بری بابا پشو. این حواسش پته داره پرت و پلا میگه. نه آقا حواس ما خیلی سر جاشه. شما اومدیم برای زمین چشم به دید منت. فردا قولنامه‌شو بنویسید بیارید امضاش میکنم. آی قربونی پسر مهربان برم. چرا فردا عزیزم نوشته قولنامه 5 دقیقه وقت میگیره. الان مینویسم. فقط لطفاً تو قسمت من ابلاغ رو بنویسید 36 میلیون تومن تمام. تموم شد بیدارم کنید امضاش کنه. فقط چک روز باشه لطفاً. گفتی چقدر؟ 360 میلیون ریال معادل 36 میلیون تومن تمام و چه رایج مملکت. و ما یستر گردن است. بیا بینو ببینم. یا نه قروری ایت حسابی 2 هفته نشده که این زمین من به تو فروختم 4 میلیون تومان. تو چجوری 9 برابر قیمت گذاشتی؟ اونو ده پس با شما باید یک جمله از بیل گیتس اشاره کنم که میگه هیچ موقع خودتان را با فرد دیگری مقایسه نکنید. در غیر این صورت به خودتان توهین کردید. آقا قبول من 36 میلیون رو میدم ولی زمانی که گرمابه به سوده افتاد. شرمنده نقد خریدم نقدم میفروشم. نه بابا واقعا نورالدی حق داره در مورد دختر دادن به تو تردید کنه. نه والا اون که تردید داره منم. اگه مثل خجسته خانم دختر زبشه چی؟ ببین خجسته 100 تا دختر کور و کچلم میزایید من یه تره موشونو به کل هیکلتو نمیدادم. اگر ریگم یک پیشنهاد و دو سر سود دارم برات. اون زمینی که شما خریدن 4 میلیون تومن به شما میفروشم 4 میلیون تومن. قبول؟ فقط شنی خانم مخالفتی با زندگی کردن در کنار یک هوی پسزه نداشته باشه. بگو قبول. چی گفت؟ بابا خودت گفتی حالش به دست خودش نیداد پرت و پلا میگه. بریم هوی پسزه؟ بریم نورندی. ببین جناب علی همین امشب سر زای این حرفی که زدی در دنیا میری. نورندی ولش کن. بگیری نورندی. نورندی بابا اون شمشیرو بده من. نورالدین کار دست خودت میدی وای شمشیر ولش کن بذار بره. آروم باش آروم نفس عمیق بکش به چیزهای خوب فکر کن.
تو منه میشناسی؟ نورالدین خانزاده؟ مثل کف دست. نه تو اسمم بلدی ولی نورالدین جکی چن رو نمیشناسی. ببین من اگه سقف خانم رو سرم خراب بشه باکیم نیست. اگه نان برای خوردن نداشته باشم میگم خدای شده. اگه همین الان به هم خبر بدن که تعصب یه بیماری لاعلاج دارم و میمیرم از همین الان تعصب خوشم. ولی همین آدم از نظر شما بدبخت یه لقبه یه پشن عشیل بزرگ داره. اون چیه؟ اگه این موقع خدایی نکرده کسی در بره زن و بچهش پرت و پلا بگه دست به شمشیر میشه. شمشیر میکشه میذاره بیخ خره کسی که پرت و پلا گفته. گرفتی؟ من که چیزی نگفتم او گفت. پس دیگه من بسال من رو به رو نمی کنم در بره پس گرفتن زمین حرفی نمیذارم. دیگه زیر پای این اون به راضی کردن من نمیشینم. دیگه بیشتر از این خواهر بدبخت منه توی شهر قریب تنها نمیذارم. دیگه داخل خانه زیر شلواری های منه نمیپوشم. دیگه عزم به حضور انوارت که از اتاق میری داخل دستشوی میای بیرون بی خودی به من سلام نمیکنم. مسواک منم دیگه استفاده نمیکنم. ای باریکالله دستت درد نکنه بابت شامی. البته نخوردیم ولی دستت درد نکنه. خداحافظ خداحافظ. فیلن که شمشیر دست توه ولی من دست از اون معدن طلایی که خودم پیداش کردم بر نمیدارم. باز قلنطبر پینچون دی لطف دختر شما و یه تراول پنجایی چی شد؟ آقا نوری عصبانه بود و که نشد؟ سلمان خیلی دندون گرده. من نورالدین با خودم بردم گفتم شاید تو رو دروایسی بمونه ولی یه پسر وقیح‌تر از یه حرف هست. ما اصلا من نمیدونم زمینو میخوای واسه چی؟ مهم اون معدنه که کسی نمیدونه توش چیه. خودم یه هفته واسه تلاش استخراج میکنم هیچکی نفهمه. عزیز من زمین به نام ما نباشه دو ساعت لو میریم. بیا بریم اونجا بالا سر معدن. من با رسم شکل واسه توضیح میدم چیکار کنیم بالا سر همون طلا. یه هفته ای طلا رو واسه استخراج میکنم آب از آب تکون نخوره. زمینو میخوام چیکار؟ بیا بریم. خیلی خوب امشب من خستم باش فردا صبح. کار امروز واسه چی میندازی به فردا؟ ببینم خودم کولت میکنم. تو خودتو نمیتونی بکشی میخوام منو کل کلی. من 7 سال تو بازار حمال کی بودم. بیاری واسه تعریف کنم. مفی نقشه که من کشیدم همه یه جوانه بشه در نظر گرفتن. خب این دوشنبه نه چهارشنبه هفته بعده بخور. اینجا چی کار میکنی ما پشه؟ آقا نوری سلام. بگل بگل اینا کیه؟ لایی زده منن این ازدواج سوریه اینجا چیکار میکنه؟ خدای قربان کرمت اینو بندازی ما فقط تاخیر من دارم. یه پیشنهاد ازدواجی سوری دادیم هم قبول نکردیم. تمام خدایا اینا رو فرستاد این تتمی ابروی منو ببرن تو ابد. آقا هیچی نیست فقط نباید داره باز بکنیم. اخ ببخشید من اصلا نفهمیدم که این از نیام کشیدم. عذرخواهی میکنم. شمشیر برای چیه؟ مگه کی پشت دره؟ نه بگم این شمشیر اصلا ربطی به پشت در نداره. اینو یکی دوستم به این یادگاری داده. خود در میزنم تو من باز میکنم. نه باشه در باز میشه بابا خودش در باز میشه. بابا یکی پشت داره طلبکاراتا نه؟ نه من به همه اونا توافق کردم الان تو صلح هم مطلقیم. سیروس که انزده انداخته گردن شما؟ نه سیروس بنده خدا که تو قرنطینه است کاری به منه. نه نیست. نیست؟ نکنه سلمان با گل شیرینی آمده. نه چه دیم راست چه بخیر نازنین خانمه
همونی که پرسال برای ازدواج سوریه آمده بودن نمیدونم سر کلش نه کجا پیدا شد. بابا بسی بریم در باز. نه بابا اجازه بده نمیشه آخه. بابا عیبه، پدرش فوت کرد یه مراسمش نرفتیم، الان که خودش آمده در ما نکنیم روش. وحشی بیقراره بابا، یادت پرسال لباس عروس پوشیده بود، چند تا عکس من بغلش وای زدم از من گیره. اگه اومده باشه برای اخزی چی؟ ای قرار باشه عکسای من همه جا پخش بکنه ابروی منو ببره چی؟ ای بابا نازنین اصلا اینجوری نیست. من کلی باشه چت کردم یه عالمه معذرت خواهی کرد، گفت من بابا تا نازیت کردم ازش عذرخواهی بکنین. پیش بگوی چه قربانه. الانم که در وا نکردیم رفت، ولی کارمون خیلی زشت بود. من هرگز یادم نمیاد در رو مهمان وا نکرده باشه. بابا گای مهمان نیست مصیبته. خب حالا شاید نرفته باشم، بذار بریم در وا بکنیم. شما دوست دارین بابا نداشته باشین؟ نه. شما دوست دارین به مسئله بس شدن در بابا تق پوکس چت است پیدا بزنه؟ نه دوست دارین می پدر یه تجربه کنین. با خدا داره بس کنین، من این شمشیر قورت میدم. آقا نوری سلام. احوال شما خوبه؟ خوب هستین؟ سلامت ان شاء الله. قربانت. دایان چه شمشیر خوشگلی برای من گرفتی؟ خیلی بامزه. ان شاء الله هر چی خاک زره بقای عمر شما باشه. قربانت. قربانت. قربانه قربانه بفرمایید بفرمایید خواهش می‌کنم. خودتون بفرمایید. قربانه شما بفرمایید. دلمون تنگ شده بود برادر، بفرمایید. خواهش. فهمیدی چی گفتم؟ آره. اینجوری کل طلا رو خودمون استخراج می‌کنیم. خب دیگه بعدش کل طلا واسه خودمون میشه دیگه، منت کسم نمی‌کشیم. چطوره؟ نه اینجور فایده نداره. برای چی؟ حالا بگو ببینم ایده چیه. آه به نکته باریک اشاره کردی. ببین چیه؟ با دو تا قاشق میشه کل طلا اینجا رو استخراج کرد. من صبح نیم ساعت با یه قاشق اونجا رو کندم، بیا ببین چقدر طلا کندم. فقط بیا و نگاه کن. دو چیکار کردی؟ بیا ببین چیکار کردم. ددتن ویلکام تو دی نیو ورلد. حال کن ببین چقدر طلا کندم. این طلاست؟ البته میدونم اون طلایی که مد نظر شماست اینجوری نیست که این ببره تو کارخونه اونجا دستگاه بخوره قوام بیاد بره پشت ویترین، اون وقت اون طلایی که شما میخواید اونجوری میشه. ببین نیست؟ خوب نگاه کن چه زرده. شلمغز اینا آجره. 30 سال پیش تو این معدن یه عده کارگر کار میکردن، برای اینکه خطر ریزش دیوارها کم بشه بعضی از قسمت‌های دیوار آجر چیدن. من میگم چرا مثل پنیر کند نمیشه؟ پس با دو تا قاشق نمیشه، باید چند تا کفگیر بیاریم. چطوره؟ نه با این عقلی که تو داری و این جونی من دارم کار ما دوتا نیست، باید نیرو بدیم تو این معدن. ولی اول قبلش باید زمین از کیوان و سلمان بخریم. آخه میدونی معدن تو زمین اوناست، شک نکن که مدعی میشن. میدونم چی میگی، منم مشورت کردم و همینو بهم گفتم. تو بی خود کردی مشورت کردی، نگفتم کسی نفهمه. تو یواش حالا بذار بگم، من تو اینترنت مشورت کردم. آها سرچ کردم اونجا که یعنی جستجو کردم آقا ما چجوری میتونیم با کمترین هزینه کل طلاهای اینجا رو استخراج کنیم. به من گفت اولین کاری که رعایت کنیم که شبا کار کنیم. چرا؟ چون شب اینجا سگم پر نمیزنه، هر چی تیشه میشی بزنی صداش کسی نمیشه بگه. صدا چی بود؟ فکر کنم صدای آب از لای این شتنگا که میاد مثل هرهر میمونه. نه صدای آب نیست، حیوانی وحشی چیزی نباشه. با حیوان وحشی که هرهر نمیکنه، حداقل شاید طاووسی چیزی باشه، چیزی نیست. بگم خدا چیکارتون کنه، هر کاری کردم نتونستم جلو خندمو بگیرم. گفتم بعد از اون بی دلیل شام درست نمیکنه بره خونه کسی، بس قضیه اینه.